ماشالله ده هشتادیامون چقدر خوب شده. زنه لخته وای. سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیماتکیدو هم خیلی خوش به دیوید جدید به ویدیو سم. ولی قبلش میخوام یه خبر خیلی خفنی رو بهتون بدم. بچه ها دیست افتاد کن شدنمون مبارک باشه. چشم داره حلقه میزنه بیرون. بچه ها دمتون گرم، 30K دیگه داره، 30K دیگه مونده تا 300 کی شدنمون. بچه ها خیلی حس خفنیه، هر رو داره خانواده همون بزرگ و بزرگتر میشه. خانواده 270,000 نفر. دمتون گرم بچه ها، عاشقتونم. مرسی که همیشه هستین، مرسی که همیشه حمایت هم میکنین. اینطوری یا هنگ بذار باش برخصیم. سر کیفی بدم، سر کیفی آم دیگه بسه. بچه ها به 300 که برسیم شیک میزنم. خب حالا میخواییم توی این ویدیو چی کار بکنیم؟ توی این ویدیو میخواییم بریم با هم سمهای اینستاگرام رو ببینیم. بعد عید میخواییم بریم ببینیم توی اینستاگرام های ما ایرانی ها چه میگذره، چه سمهایی وجود داره. تا آخر ویدیو همراه من باشید. بچه ها قبلشتون نره ویدیو رو حتما لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. و دکمه سابسکرایب اگر نزدید دکمه سابسکرایب هم بذارید، زنگولش فعال کنید، رو آل بذارید که خانواده هم بچه 300 که بچه ها طبق معمول تمام ویدیوها شما رو گذاری میشه 1, 2, 3 همجور تا آخر، که اگر نظری چیزی داشتین، صحبت چیزی داشتین راجع به اون ویدیو میخواستین تو کامنت ها بگین، عدد ویدیو رو بذارین یا دقیقه ویدیو رو بذارین که کارتون راحت تر باشه. بریم ببینیم چه سمایی توی اکسپلور ما ایرانی ها هست. مسابقه وزن اصلا اینا هیچی، اصلا یه لحظه مشخصه. این ویدیو چقدر یه جوری خاصی، سم خاصیه. یه تیم اردو بر مسابقه حالا بدنسازی یا استقامت مردان آهنی هر چی، کلا یه مسابقه است دارن میرن یه جایی. همه چی خوب داشت پیش میرفت، اون شیکه چی بود؟ به قرآن از اون دختر نارنجیه تو ویدیو قبلی بهتر شدیزن. من تا حالا شش اینجوری ندیده بودم. داشت تو به قیافت میخوره، 4 قمه کپر پاد باشه تو رو پلیس بگیره همینجوری به خاطر قیافت میگیرتت. دعا کنید پشمام باورم نمیاد اینو با هوش مصنوعی درست کرد. خب اوکی، ولی این تا عمر دارم از ذهن من پاک نمیشه، تا عمر دارم. ها این چه سمی بود؟ ما داری میری مسابقه بدی بدنسازی، بدن به این خفنی بدی یا قلوب قلوب چی نمیشه؟ هیچ وقت بزرگ نشو، همین جوری بمون. این چالش انیا بعد اصلا این بزرگ ها دیگه، این دیگه چقدر میخواد بزرگ شه دیگه. جان عزیزم این دیگه بزرگ نشد، این دیگه دادن بریدن. ویدیو 4 قشنگ تشنج میکنم. خب بعد یه سوال، مثلا اگر تو الان رفتی تغییر جسمیت دادی، بعد مثلا الان میخوای شوهر کنی دیگه، بعد شوهرت عکس بچگیاتو ببینه اینقدر ریش داشتی؟ ببخشید من یه لحظه خودم رو جای اون شوهره گذاشتم، ولی میارزه باز. ببین چی چیزی شد، اصلا از اونایی که فابریک دختر بودن هم حتی بهتر. یه سوالی که دارم، بقیه اجسام رو چی کار میکنن؟ یعنی حالا قیافه رو تغییر میدن، بعد مثلا بعد دیگه به هر حال علم دیگه، علمه. میگن نشانه های قیامت دقیقا همین چیزاست واقعا. فقط من نمیدونم چرا خدا اینقدر تردید داره میکنه این امام زمان رو نمیفرسته، نمیدونم چرا. اسمتو بگو بدون اینکه اسمتو بگی. توی ما یه چند شبی هست که همه دارن منو میخورن. اسمتون چیه؟ سحر. صبح زودتر از صاحبم بلند میشم، سالار. انتظار نداشتم بیچاره، الهی بگرد. بچه ها سالار اسم این قشنگی خدا وکیلی، ولی خب چقدر قشنگ توصیف کرد، میگفت صبح زودتر از صاحبم. بچه تفاوت اسمهای دخترها و پسرها رو هم اینجا دیدیم دیگه. البته دخترم خیلی بد بود، دختره با این که بد گفت ولی اسمش خوب بود، پسره با این که خوب گفت ولی اسمش متر. بند خدا سالار، خیلی سالار اسم قشنگی، ولی حیف که تشابه اسمی دیگه. تهران؟ نه 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 تهران؟ پا
پارک لاله است بکنم. نمیدونم خیلی شبیه یا پارک لاله است یا پارک قیطریه. اون کوی که اون پشت رو نمیدیدم عمرم باور میکردم ته. نکنه ناموسن من توی ایران دیگه دارم زندگی میکنم. هزار ماشاءالله، هزار الله اکبر. بچه میشه؟ بچه ها من توی ایران دیگه هم به جان خودم. اون از اون مدارسی که اثبات کرد که من قطعا توی سگدونی دارم درس میخونم. اصلا اسم اونجا که من درس میخونم مدرسه نبوده. اینم از این. هزار ماشاءالله، اصلا نور میده خودش. بچه ها قطعا اینجا تهرانه. یعنی ببین چه اون کویکه تابلو اون پشت. خب این خانمم چهرهشو نشون نمیده که وقت واسهش مشکلی به وجود. پشمام خدا، اصلا هیچی نمیتونم بگم. ببین من الان کرکای توی معدم هم ریخته در این حد. الله اکبر، الله اکبر. اصلا آدم میبینا حالم خراب شده. من دیگه ریدم تو خودم. گفتم سر چهارمین ویدیو من میرینم. بیا بریم ویدیو بعدی که داره حالم دگرگون میشه. با هم میکاپمو پاک کنیم آماده شیم واسه یه خواب. از زید با یه آدم احمق برمیگردم. در کل این وایتش خیلی با احترام بود، شاید واسه همین اکسپ کردم، ولی خیلی بد بود واقعا. حیف این ست خوشگل و میکاپ متفاوتم. بعد از اینکه کلی حرف زدیم گفت اینجوری رفتی سر دیت؟ اصلا کاری ندارم راجع به اون طرف داری چرت و پرت میره. با این تیپ رفتی سر چه دیتی؟ ببین عزیزم تو کردانم دیگه با این تیپ حقیقتا. خب میخوای بریم درینک بزنیم و تیوی ببینیم؟ منم لایک بد به جواب دادم. What the fuck، تو خیلی نقطه تر از اونی هستی که بخوای با من درینک بزنی. قصدم از این جواب این بود که خواستم حس بدی که به هم منتقل کرده رو بهش منتقل کنم. حداقل الان خوشحالم. افاده ها طبق سگا به دورش وقت قوه. اینو از کجا آوردم؟ باریکالله چه اصطلاحات به روز و به به. برو بمیر. میگه از دیت با یه آدم احمق اومدم. حالا بازه چیه ده آدم احمقیه؟ بهتون قول الان بهتون میگم. چون دیت رو حساب نکرده. سر این ویدیو ها که بلاگ دیت رفتیم دیدیم همه دخترها دیت رو حساب نکنه، من نمیتونم اینجوری. وای، اینم دقیقا احتمالاً همین بوده بند خدا. من ریدم توی رابطه هایی که این انا میخوان بسازن. گیریم 100 میلیونی عروس برای اولین بار تو ایران. این ساب میکاپ اختصاصا فقط برای یک عروس طراحی میشه. پوستش ترکیبی از 10 تا کرم پودر لاکچری کار شده. تاجشو ببین، تماما الماسه. خب به تو من یه لحظه از کنترل خارج میشم. ببین عزیزم 100 میلیون پول میکاپ دادی؟ خار مادر اون دامادو که گرفتی یه لاو یه در کردی؟ این سطح از توقع نه به صورت عمودی و نه به صورت افقی نمیره تو ماتحت من. 100 میلیون میدادی میرفتی یه مسافرت؟ کاری که سربازی با هم کرد. یه لحظه چشام تاردی. کاری که سربازی باهات کرد، این کاریه که سربازا باهات کردن. ببین خطاب به اون پدرایی که میگن سربازی آدمو مرد میکنه، این ویدیو رو ببرین بهشون نشون بدین سربازی دوستان آدمو مرد میکنه. مرد میکنه. خب اینو برین نشون بدین نتیجهش میشه این. و خطاب به اون دختری که توی بلایند دیت میگفتش که من دوست دارم پارتنرم سربازی بره، باید سربازی بره. بفرما خانم محترم، دوست داری این پارتنر تو معلومی تو بعد اینو یه کاریش کنی یا این باید تو رو یه کاری کنه؟ خوبه؟ دوران نامزدی فقط اونجاش که نمیذارن شب بمونی خونشون، اونم عصر میبره شب برات میگردن خونه. تو چشای دختره قشنگ پر از آه و حسرت ها. نمیدونم چه رسم مسخره دیگه، نامزد دیگه، این ازدواج کردن. نمیدونم رسمای چرت و پرت ایرانی. اینو میخوای یا این وریش یا کلن اینجوریش؟ خب بیا اینا رو بزن. در مورد چی صحبت؟ در مورد این تمرین مهمه. هر حرکت رو بین 3 الی 4 سر و هر تکرار 20 الی 30 تکرار باید انجام بدی. بچه ایشون راجع به ورزش صحبت نمی کنه احتمالا.
این ویدیو رو 100 بار ببین. دقیقاً گفتی چیو میخوام؟ یعنی من حرکت‌ها رو بزنم اینا بهم میدین؟ یا اینکه مثلا نمیشه مثبت فکر کرد. واقعاً شرایط عجیبی شده. فقط میشه یه تبریک گفت به اون خانومی که مالک همچین دستگاه هست و ان شاءالله که مبارکتون باشه و به خوشی استفاده کنید. چرخش به چرخ واسه چی باید بگم؟ چشمم باز نمیشه ولی بریم که با یه استایل دانشجوی ساده یه کتفاک ببینم براتون. خیلی وقت براتون کتفاک نگرفتم. بزن بریم. تو چرا سینه‌هات بالا پایین میشه؟ دقت کردیم بچه ها؟ سر تا پای این ویدیو الان یکم مبهمه کلن. استایل دانشجویی. خب کدوم دانشجوی اینجوری میره دانشگاه؟ اصلا گیریم که میره که چی؟ رفتی میدون امام حسین فکر کنم رفتی اونجا راه میری بعد فیلم میگیری بعد چرا یکم اینجوری حرف میزنی؟ به هر حال هم پسر خوشگلیه هم فقط این سینه‌هاش داری مثلا ادای مدل در میاری یا واقعا مدلی؟ خب اینو باید بدونی که الان عرقگیر یا اون زیر پوشی که زیر لباسته لباس زیر نباید لباس روی معلوم باشه. تو اینجا انگار سوتی هم بستی. شما شغلتون چیه؟ من کارم طراحی. درآمدتون چقدر؟ ما 100 تومن. من فقط تو شبای بارونی کار میکنم. بعد اینکه درآمد ماهیانتون چقدر؟ بستگی به بارونش داره. اگه تون باشه شبی 15 تومن 20 تومن. یعنی یقمم سرمون میگفت تو روزای بارونی کار میکنم. یعنی چی؟ نمیفهم. بچه هایی کسی میمتوجه شدی نو تو کامنت ها بنویسه تو بارون نمیدونم. اوکی میگه من موبایل فروشم. این 200 تومن 220 تومن. اله هفاری. بعد اینکه درآمد ماهیانتون چقدر؟ انجام بدیم. من اصلا میگم من توی ایران دیگه دارم زندگی. یکی 100 میلیون 120 میلیون 150 میلیون 210 میلیون میزنن دیگه. بالاخره یه ایران دیگه است دیگه. فقط تفاوتشون اینه که هم فارسی حرف میزنن هم واحد پولشون به تومنه. وگرنه این همه مشکل اقتصادی بدبختی دلار 66,000 تومان اینا فیکه، اینا کیکه. بعد مثلا اینایی که میگن بازار خابیده خرید فروش نیست اینا، پس اینا چیه؟ ببین باور کنید ما دوتا ایران داریم. کسی که هم ماتریکس خارج شدن فقط میدونن. من گاو هنوز تو ماتریکسم. بالاخره گوجه سبز براتون شارژ کردیم با یه قیمت فوق العاده خوب. فقط کلی 3,850,000 تومان. هیچ جای این قیمت نمیتونید پیدا کنید. ما براتون آوردیم از دستش ندید. گوجه سبز کلی 3,850,000 تومان. شماها یا نمیگین تومن چیه؟ اون داره میگه 200-300 تومن درآمدمه. تو داری همین رو 3,800 بدم گوجه سبز بخورم من گو بخورم. دورت جونت. چیزی به نام تعذیرات ندارن این ایرانی ها نه؟ دوستان عزیز میدونستین یه مرد اگه سرش بره فشار میده تا ترش بره؟ اگه مرد بودی خدا شده میریدم به ولی چون خودت خانومی و خودت اینو گفتی اینو از کجا در آوردی خواهرم؟ یه همچین جمله جوکام جوکای قدیم به به بله درسته کاملا درسته. ما اینو پرفکت نمی اصلا نمیدونم چی بگم. من الان یه حس داره بهم میگه که ویدیو رو ترک بکنم. به دوستان توجه میکنید دیگه تو اکسپلور ایرانی ها چی داره میگذره دیگه. از هر نوع سمی وجود داره. شماره این ویدیو رو بذاریم خودتون یه جمله در وصفش بگین. من هیچی نمید. شما خودتون یه جمله در وصف این ویدیو بگین. شما اگه با خود رل بزنیم سر چی کات میکنی؟ چیزی کم ندارم که بخوام با خودم کات کنم. همه چیم اوکی پسر این خوشتیبی پر خدا. ببینستم اصلا با اعتماد به نفست مشکلی ندارم. یعنی باری کله که اینقدر اعتماد به نفس داری. ولی ببین تو دیگه اعتماد به نفست زده لایه اوزون رو داره. یکم اعتماد به نفس تو بیار پایین. خب پسر خوبی به نظر میای اصلا در این شکی نیست. ولی ببین اینجوری که میای میگی دیگه من موردی ندارم، خود پیغمبرم تو دوران تاریخ یه همچی صحبتی تا حالا نکرده بودن. تمام پیغمبرا میدونی یعنی با این چهره زیبایی که همه چیز اوکیه یکم شل بگیری بهتره. میدونی چی میگم؟ از کجا فهمیدی عاشقته؟
ساناز اسمت رو تتو زده و تو به خاطر همین فهمیدی عاشقته؟ گاوه چه دردی داره اینجا؟ من یه تبخال میزنم زنم به عظام میشینه. حالا اصلا یه سوال از پسره دارم، اگه دختره بذاره بره چی؟ دیگه اون که دیگه پاک نمیشه. چی کارا میکنید ناموسن؟ یعنی باید ری تو مغز، اگه مغزی باشه تو اون جمجمه، یعنی معیارهای عشق و عاشقیتون رو من ریدم توش. چون اینجا اسمتو تتو کرده پس عاشقته، اصلا پس چیزای دیگه اصلا مهم نیست. داستان چیه؟ یا اول بس چرا دعوا داری؟ بچه ها پشمام، این زنه رقیب هادی چوپانه. خواهرم تو اصلا به اون استایل کفش پاشنه بلند نمیخوره، تو بعد این کفش سوزوکی ها بپوشی یک کفیه بگیری دستت اینجا. خب بعد اصلا اوکی اوکی اصلا اینا چی؟ آهنگو زیاد کردی، کل همسایه ها رو داری به فاک میدی که یه ویدیو بگیری. بعد اصلا همه اینا اوکی، اصلا همه اینا ویدیو چی میخوای بگیری؟ الان موضوع ویدیو چیه؟ یو یو خب که چی مثلا؟ بعضی اوقات واقعا خیلی فاز دوست دارم چه فازی مثلا میگیرن بعضیا. این خانم یه جوری کتشو وا کرده، هادی چوپان بخوادم نمیتونه اینقدر کتشو وا کنه. باید بره تو زنهای آهنین شرکت کنه ایشون. دم عید و مهمون میاد خونتون ولی بچهش کثیف کاری میکنه، چایشو میریزه روی فرش، یا از اون ور میاد یه لیوان شربت تو دستشه اونم میریزه روی فرش، این بار میاد یه شیکاکاو دستشه، یهو این امیرزه بیفت. خب من اون بچه رو مادرشو، اون بچه رو هم پدرشو هم مادرشو هم خواهر اگه داشته باشه، ببین اصلا هر دار و نداره بچه رو من گوه میخوره اینقدر چیز میریزه رو فرش. بعد اون ننه بابایی که به بچهشون باید خب یاد بدن چیزی بخوره، بلد نی بخوره، ندن دستش، بیان من یه چیز دیگه بدم دستش. ریدم تو بچه فامیل. نیما حالا آروم باش، اتفاقی نیفتاده که. آروم نفس عمیق، چیز نشده که، اوکی همه چی اوکی. برزیلینی ولی بعد بچه تخسیه. جان چی شد؟ تو اولیش که حامله نبود. چرا حامله بود معلوم نبود، من فکر کردم این مثلا یه دختر 19 ساله است 20 ساله است داره چالش میره، ولی فکر نمی کردم. بچه یه چیزی توجه فرمودین؟ ببینید مادرهای جدید ورژن و نسخه جدید ایرانی این شکلی هست، یعنی مادرهای ایرانی دیگه الان مثلا دیگه بزرگ بشه بچه، خود مادره میاد با بچه چالش میره و نمیدونم یعنی حرکت ها میزنه. ایبل ایبل، ولی اصلا به چهرت نمیخوره خواهرم که حامله باشی. متاسفانه من یه خانومه که باردار هست و میبینم ذهنم اصلا نمیدونم شما اینجوری هستین یا نه، بچه تو کامنت ها بنویسید. خیلی بده خیلی بده، ذهنم باید بدم یه کارواش. میگم یه سوال دارم، این درسته که میگن دوست دختر آدم وفاداره، ولی روزی که بخواد جداشی پسر جایگزین داره که بخواد همون لحظه براش پیام بده؟ آره واقعا. آره حتما. یعنی همون لحظه که کات شد جایگزین میاد؟ آخه جایگزین رو از الان آماده است دیگه. من آخه میدونی مثلا الان یه پسر نمیاد راجع به یه دختر حرف بزنه، خود دختره بعد میخنده نیشه تو به من. حیف که اسلام دست و بال منو بسته. ریدم تو نیشت، مگه تو خیابونی نمیدونم چی بگم، الان یکم فشاری شدم دوستان. دخترای عزیزی که دارین این ویدیو رو میبینین، خانم ها دخترهای عزیز هر کلن رو هر سنی، خانم راست میگه، ناموسن راستشو بگین تو کامنت ها. افتخار نداره آخه این لاشی بودن که دیگه با آن نمیدونم افتخاریه. ملوس جاده چال هزار ماشالله. بحبه بحبه. خب من الان چی بگم؟ من الان واقعا چی بگم؟ واقعا بچه ها ورزش چیز خوبیه، ورزش بکنید ولی نذارید ورزش شما رو. من واقعا اعصابم به هم ریخت. آب نیازم، باید آب بخورم. اصلا فکر میکنم اینا ایرانیان، ذوق زده میشم. خیلی اوضاع خیته.
وقتی دوست دختر ده هشتادیه باید اینجوری بری دنبالش بدشیش. عزیزم دختر ده هشتادیه، از شیر که نگرفتنش، دو سه سالش که نی. ده هشتاد الان مثلا کسی که ده هشتاده متولده دقیقا هشتاده 23 سالشه هشمام. یعنی برای دختر 23 ساله ما باید شیر کاکائو بگیریم؟ دختر اینو تایید میکنید؟ اگه حاج عبدالله با اوکی اوکی فکرم لخته. وای یه لحظه ریدم، یه لحظه واقعا پشمام ریخت. وای قیافم دیدن داره، واقعا قیافم اون لحظه دیدن داره. فکردم زنه لخته. وای خدا برادر هستی بخاطر این که از بچه که همه کاری با هم میکردیم تصمیم گرفتیم که امروز با هم بگیریم. چه بال برادرم، چون از بچگی همش همه کارا رو با هم میکردن الان به این نتیجه رسیدن که زناشون هم با هم با... چه صحنه زیباییه واقعا، این که با برادرت خودم خجالت میکشه. این استدلال ها و عدل و عدالت هایی که برای زندگی مشترک استفاده میکنید و واقعا باید وایساد و شاشید توش. امروز اومدم ابوظبی، میخوام یه رستوران خفن بهت معرفی کنم. خانم اونجا چیکار میکنه؟ غذا بخور، ماشین برنده شو، بریم تو ببینیم اینجا چه خبره. پشمامه اصلا من هیچی نمیفهمم چی میگی. ببینی اصلا مهم نیداری چی میگی، بزرگترین رستوران ابوظبی 24 ساعت هست، فقط اینجا شبا اجرای موزیک زنده و شو دارن. بسیارم عالی، بسیارم عالی، دیگه متوجه شدیم کاملا. معلوم نیداری تبلیغ گوشت کبابی و چه گوشتی و قشنگ داری اونجا تبلیغ میکنی. واقعا جواب میده یه همچی سبک تبلیغی، من اصلا نمیفهمم داری چی میگی. من اولش یه ابوظبی شنیدم، بعد این خانوم تو عربستان و ابوظبی و اینجور جا زندگی میکنه، مثل این که اصلا نمیتونم فکر درست حسابی بکنم. ولی بالاخره به نظرم تبلیغ زیبایی بود، درست متوجه نشدیم چی بود ولی تبلیغ زیبایی بود. چند سالت عزیزم؟ 24 سالم. علت مرجعت چیه؟ سه تا سفت داشتم، اومدم برای اینکه هایفه کنال انجام بدم چون باشنم احساس گشادی دارم. 24 سالشه، سه بار پشمام، یعنی اینم ده هشتادیه؟ میبینین دیگه تو اکسپلور و تو جامعه چه اتفاقی داره رخ میدهد. عمه تو بیشتر سری خاله تو؟ عمه 100% عمه. آفر، اما تو رو بیشتر دوست داشته باشید. بله قطعا منم عمتو دوست دارم دیگه، به هر حال عمست دیگه، احترامش واجبه، باید دوستش بداشته باشی آدم. عمم عمه های قدیم، این عمست شبیه خواهره. بچه خیلی از سن من و مامانم پرسیدید، من متولد 1385 منم 1365 بچه 20 سال اختلاف سنی داریم، مامانم مامان واقعیمه، خیالتون راحت باشه. من خیالم راحت عزیزم، خیالم هم مادرت راحت. ببین 85 چه سال باشکوهی هم به دنیا اومدی. ولی یه لحظه ببین، سال 85 میشه چند سال؟ 5 سال این بر میشه 90 90 10 18 سالته، ولی قیافت اصلا اینو نشون نمیدی. هشمه بعد مامانه 65 سالشه، اون یکی 38 سالشه، یکم یه چیزی میلنگه اینجا. یعنی ما هم مامان جدید رو دیدیم، هم مامان نسل قدیم رو دیدیم، ولی عجب مامان. بیا و صحبت نکنیم آجا، ما رو بیدیه بردیه. یه ده هشتاد دوره همی دوستان صمیمی و کارهای قدیمی. ده هشتادی ها چه دارن میکنن؟ معلوم نیست چی دارن میکنن ولی چه دارن به به، همه شون ده هشتادی. اون یکی دوغ گرفته دستش به عنوان سلامتی. در بالاخره اینم یه جور چوز کلاس اومدن و یه همچین حالتیه دیگه. ماشالله ده هشتادی همون چقدر خوب شدن. اهواز دوستان، به اهواز رو چقدر قشنگه. من شنیدم اهواز خیلی قشنگه. چه اهوازی ما داریم میبینیم، مثل این که یه ایرانی کلن وجود داره که تمام شهرهای این ایران تو اون ایران هم هست، منطقه فقط کلن ماهیتش برق میکنه. هزار اندازه کله من فقط
من واقعا معذرت میخوام از اینجایی که واقعا انقدر باهاتون راحتم، هر چی ذهنم میاد و میگم. واقعا اهوازم شهر دیدنیه، واقعا یه سر باید بچه توی چنل کامتالان بریم اهواز. بریم. نمیشه اید بیاید اینجا. کجاست؟ خب بگو مینا. همیشه شاد باشین دوستان، همیشه برقصین به خنده و شادی و خفن بودن و. ولی بگو کجاست؟ خب دعوت میکنی میگی بیاین، اون خانومه چقدر قشنگ میرقصید، بگو کجاست. خب بچه هم ویدیو رو همینجا به اتمام میرسونیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، دورتون رو گرم. بازم 270 کش شدنمون رو بهتون تبریک میگم. بچه ها نمیدونید چقدر دوستتون دارم، عاشق تک تکیتونم. بعد از دیدن این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم دو تا ویدیو رو حتما برید ببینید، عاشقتونم. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد و انرژی و خفن بمونید.